سوالات خودم بسیار خلاصه و اگر مطلب رو بگشید دیگه بذاریم کنم بیسته کسایی که سوال دارن دستشون بالا بکنم و با تجربه بسیاری که داره از کار نکردن. خب بدن سوال کنم کنم دو نفر هم نیست آقا من شروع کنم. آقا من خواستم که الان سوالی که خب خیلی مطرح شد که راجع به بادی ایمیج این حرفا و خود کلی از دیگه من همیشه مشکل با این سوشیالیست ها دارم که از یه طرف ادوکیت میکنم که کپیتالیست خوب نیست چون ریسورس ها رو اکوال دیواید نمی کنه به مردم. یکی از اون ریسورس ها لاوه و اکسپتنسه و این توی فیلم حالا من نمیم توی فیلم نمیم که همه چی راجع بادی قشنگ ما باید قبول بازیگره که بادیشون خوب و کسانی که بادیشون خوب نبود حاشه نرازن رو حدو به خودکشی کشیده شده بودن. یعنی منظورم که توی فیلم کوئر سینما داره میگه که آره زد کپیتالیسم زد جامعه مصرفی نباید کالا بکنیم و یه چیز ارزشیه. از یه طرف می‌بینیم که انسان جدا شدن و پاکتایز شدن، کسی که بادیشون خوبه با هم هست، کسانی که بادیشون با هم متفاوته they don't deserve to be loved. و این تناقض من تو این فیلم حالا کویر می‌بینم. نمی‌تونیم توضیح بشه. ببین درسته که این دقیقاً اینو دیدی به نظر من این حالا نقطه قوتی میشه. چرا؟ به خاطر اینکه همش داره نشون میده که حتی تو اون فضایی هم که به نظر میسه مقدار فضای فری هستش این مناسبات یه حالتی چیز شده پرپچوئیت داره میشه. یعنی اینکه یه سری یکی دیگر نمیخواد لاف داشته باشه یا اینکه فقط میخواد بیاد بشینه بغل هنری فقط باش صحبت کنه، هیچ وقت نمیخواد اینو یه ذره استپ فورورد مثلا اینو تبدیل کنه به سکشوال لاف یا یه لاف اروتیک بشه. مثلا به خاطر همین کارگردان یه حالتی داره به ما کلو میده که یعنی کلو میده از این لحاظ که ما داریم میبینیم که این روابط سکسی که داره به وجود میاد چرا داره به وجود میاد. کریتیسایزش نکرده من دیده کریتیسایز خلا اینکه هیچ وقت تمنایی برای ما رو بادر رسپکت نمی کنه که آیا این چیز خوبی یا نه. ببین من حالا که اشاره کنم، ببین قشن مشخصه که بدن هنری و بدن اریک بدن هایی هستن که متفاوت هم با دیگر و گذاشتن این کاراکتر رو در داستان به نظر من یک کلوی برای بیننده که فکر بکنه که میگم حتی اگه ما آشنا نباشیم با یک کارش به نظر من این شاید میتونه مثلا یه سیگنالی باشه به ما که بتونه به ما مثلا بفهمونه که آره بینشون این مناسبات هم وجود داره. اینا میتونه مثلا نظری که من فقط اینطوری میتونم به جواب بدم چون بقیه چیزایی که در فیلم وجود داره یه حالتی ما رو همش به سمتای مثلا همین اگزیستانسیال اینو میکشونه، بدن رو کمتر مثلا. ولی من قبول دارم که بازی ها خیلی هم فیشل اکسپرشن ها قوی هستش هم به نظر من یعنی بدن ها خیلی خوب تو بازی استفاده شده از تو بازی کرد. برای گفتگی صحبت خاصی داریم تا چون که وقتی تنیم داریم یکیم کنم تو همین بخش با خوبن با سوال جواب بریم بریم ادعای سینمای مؤلف اینه. حالا به نظر من این کار کرد. تصحیح کن اگه اشتباه می‌کنم. ذهن دوربین که شهر رو بذار کنار و خودت از اینکه بدن لب فقط حالا توی پورنوگرافی بود که بدون هیچ چیزی، هیچ دیسکورسی بینشون، حالا بیا به این عادت کن. حالا سوال آخری که از اینکه از ایرین اندرسن اسپکتیتر ما با این کویس با این ذهن دوربین چه مشکلی داریم؟ من فکر می‌کنم که چشم ما نتونست عادت بکنه به خاطر اینکه حتی توی ادبیات کلاسیک ما که توی رومی هم مولانا باشه هست دیگه، سکسی گرافیک توش هست، سکس توی آثار سعدی هست، حتی اسم مولانا از اندامهای سکسی هست. ولی ما همه که میگی توی دنیای اونا رو برداشتیم. حالا چه شانسی وجود داره که این همه ما هزار سال فاصله داشتیم که رکگنایز کنیم که صحنه‌های سکسی توی مثنوی هست ولی در دنیایش هستیم. حالا چقدر شانس داریم که توی اکچوال ایمیج حالا به نظر من از زاویه ما ایرانی ها همطور که میام از فروید هم مثال بردم این ریگرشن به مکسیموم شده. ببینید ما تو فرهنگ اون هنوز زن ها مجبورن که رو سری بزن. ببینید ما یه از این بدتر شما میشه که مثلا در یه جامعه امیدوارم که با دوستان صحبت میکردیم که دولت تا این حد دخالت میتونه در امور خصوصی
خب ما وقتی حتی نمیتونیم موی زن خودمون رو ببینیم، دیگه این دیگه خیلی به نظر من استپ فوروارد دیت بخوام مثلا اینجوری بشه که ما بتونیم با کویریمش اساسی بکنیم. ولی این نکته که وجود داره اینه که من حالا امروز مثلا مجازی مطرح شد، ببین مثلا همین مسئله ای که متین علی نژاد مطرح کرد که مثلا زنها به راحتی میان و چیز مثلا کشف حجاب میکنن به صورت آنلاین، خب نشون میده که یه درایوی در جامعه وجود داره. به نظر من نسل جوان ایرانی تا یه حدی این مسئله نورمتیویتی رو نه هتروسکشوال هموسکشوال ولی توی ابعاد دیگه رو پذیرفته. یعنی ما به نظر من نسل جوانمون خیلی راحت‌تر میتونه تو برقرار کنه حداقل با این چیزها، شاید حالا بازم به اینم نرسیدیم ولی به نظر من we are in the right direction. چرا؟ به خاطر اینکه همین شما تعداد ماهواره که در ایران هستن، خب چرا اینقدر تو ایران ماهواره زیاده؟ به خاطر اینکه نیا اشتیاق مردم اینه که عبور بکنن از کانال یک جمهوری اسلامی. ببین دقیقا همینه دیگه، من فکر کنم که اینطور میشه جواب داد. اسمت باشه. من یه ذره حساسم به این خاطر اینکه اصلا مشکل من شخصا با اینکه مثلا رفتی به ایران بودن نداره، به خاطر اینکه در واقع من نسبت به این مثلا مشکل دارم که اگر این فیلم خورده در گیته خورده بودن خودش خیلی فیلم موفقیه، به خاطر اینکه داستان داره. اگر این فیلم سینماست و آرت کانسپت نداره، یعنی چه کانسپتی میتونی داشته باشه؟ مشکل من با این فیلم اینه که اگر مثلا اندی وارهول در سال فلان میاد یه قوطی رو میزنه اونجا و میگه این آرته، چرا؟ چون در مورد کانسیومریز حرف میزنه، کانسامشن اون در جایگاه خودش آره درسته. این فیلم در واقع نه اولی فیلمی که در مورد یک ها ساخته شده باشه که ما بگیم واو این گفتنه، این که اصلا اومده یه همچیزی نشون بده خودش، یعنی آرت، این اصلا مفهوم آرته، اصلا اینطوری نیست. اگر در قالب سینما باشه که خب داستانش خیلی مشکل داره. چرا؟ چون اگر در واقع داستان قوی داشت، یعنی به نظر من آرت چیزیه که به همه زبان قابل فهمه، حتی اگر مردم اون زبان رو نفهمن. چرا ما باید بیان بشیم در مورد فلسفه افلاطون حرف بزنیم؟ چرا ما باید بیان بشیم ذره‌ذره این فیلم رو تغییر بکنیم؟ به خاطر اینکه این فیلم اگر یه فیلم قوی هست یه کانسپتی داره، یه چیزی توش داره که همه واسهتون زیاد استفاده می‌کنن، کلمه‌ای رو نمی‌شناسن، یه روح و رگی توش داره که همه آدم ها رو میشناسن. پس همه این فیلم اگر مثل مثلا اثر هنری مثلا آی وی وی میاد توی یه جوی یه اثر میذارم از خودش که اون همه میفهمن. این از یعنی چه ربطی به این ایرانیان دیستنت و این مثلا تعریف ها اون هم هست؟ بریم من تو جواب نمیدم که تو این هستی که از خود کامرم شده نظر کامرم شده من داشته. من یه بار رامین همین رامی جان بگوی یه مقاله داشته بود در مورد اینکه یک موسیقی، یک اثر از موسیقی چجوری میتونه در شنوندهش حس آزادی رو برف کنه. و من حالا اسم رو دقیقا نمیدونم چی بود، یکی از سمفونی ها رو اشاره کرده و اینا خیلی تحلیل عمیقی کرده. من گفتم این چقدر ذهنش خلاق رامی که رامین نشستی نوشته، من یه خطش رو تونم نزد. کانسپت اون اینجا بودش که آزادی میتونه از بیان موسیقایی داشته باشه. در مورد کانسپت این فیلم، این صحبت کامران، صحبت من نیست، کامران من میگفتش که تمام فیلم هموسکشوال قبلی که نگاه بکنیم در درونش اون انستیتوشن حضور داره. مثلا ما داریم میبینیم که یک در میلک یا مثلا در بقیه همش در یک رزیستنسی اون افراد هموسکشوال قرار داره در مقابل اون سیستم، ولی در اینجا ما اونو نمیبینیم. ببینید در اینجا ما آزادی داریم. این آزادی به نظر من بیشترین چیزی که لذت بصری داره اون داده میشه. داره میگه همه آزادن، به این سری افراد اشاره کرده که این اصلا طبیعی نیستش، این اصلا وجود بخواده. ببین با داره به ما هم مثل همون موسیقی که داره ما میگه آزادی وجود داره، داره ما میگه که شما راحت لخ باشید، میتونیم بیان اونجا. و اتفاقا به نظر من داره این دوز پورنوگرافیکش پایین میره. ببین از ابتدای فیلم ما داریم میبینیم که این شخص میاد اونجا میشینه، همه افراد لختن و حالا به هر حال برهنه هستن، ولی به نظر من اون چیز پورنوگرافیک نداره، کاراکتر پورنوگرافیک نداره. همش تو فیلم ببینید همش فضای آزاد داره اتفاق میفته. نور رو من اشاره کردم. این فیلم داره ما میگه که هموسکسوالیتی از دوران چین گذشته، قدر نفس بودن گذشته، رسیده به دورانی که همش آزادیه. ما مرد و آدمایی هستن میشن برن در یه محلی، مشاید دوست نداشته باشه بگیم هدونستیک اسپیس، ولی میرن یه جایی به راحتی هر کاری که خواستن انجام میدن بدون اینکه جاج بشن. به نظر من پیام این فیلم، پیام اینه که ما به یه درجه رسیدیم. حالا مثلا در زاویه دوستان متینه اشاره کردن که آره این فیلم میتونه یه حالتی از لحاظ بار سیاسی نقد بشه، در خاطر که سعی کردن مثلا کارگردان اون
چیز لینینگ ایدئولوژیک خودش رو فیلم بذاره، مثلا یه حالتی پابلیک اپینین رو به این سمت چیز بده. درسته این میشه از این نظر، ولی من دارم میگم فیلم میخواد به ما بگه که حداقل دیگه ما آزادیم، دیگه اینستیتوشن نیست، ببین نه کلیسا هست نه استیت هست. و اتفاقا من اشاره میکنم، من خیلی کوتاه تموم میکنم، ببینید نقش پلیس چیه. من اینجوری گفتم این رو که گفتم که how about the inspectors role، چون اینسپکتور میاد در داستان وارد میشه. اگه شما باز این سمپوزیوم رو خونده باشین، در سمپوزیوم از زبان باز این کاراکتر مثلا حالا من رو بیان بشه میاد میگه که حالا اگر ما به این دو کاتگوری لاب اعتقاد داشته باشیم، چجوری بعد اینا در جامعه رگولیت بشن؟ قانونایی که ما بذاریم که میخوام افرودیت رو ارلی افرودیت رو رگولیت بکنیم با قانونی که هیولی افرودیت رو، پلیس به خاطر همین اینجا وارد میشه میخواد رگولیت بکنه اینا رو. ببینید پلیس الکی وارد میشه تو این فضا، که این فضا فضای آزادی، چرا وارد میشه؟ به خاطر اینکه یه اتفاقاتی درش افتاده که به نظر میرسه این نولا میکینگ داره زیر سوال میبره عذابش. مثلا تو دیالوگ داره اشاره میکنه که ایرانیان، در واقع اشاره میکنه تو دیالوگ میگه ایرانیان یه آدمایی هستن که هیچ همش دارن سرکوب میکنن، هر چی لاو هیولی آر افرودیت هستش همش دارن سرکوب میکنن. این افلاطون داره نقد میکنه فرهنگ ایرانی نسبت به هموسکسوالیته. پلیس هم بخاطر همینجا داره وارد میشه. پلیس داره چرا وارد میشه؟ بخاطر یه زدن یکی دارن کشتن، و این کشتن از نتیجه ارلی افرودیت، یعنی عشقی که همش بر اساس شهوت هستش. و به نظر من این فیلم همش داره ما میرسونه که اون آتش آزادی وجود داره، ولی احتمال داره که دیریل بشه، احتمال داره که کانسپتش به نظر من اینه که آزادی رو ما باید به رسمیت بشناسیم برای هموسکسوالیته، و احتمال داره که این به سمت دیگه کشیده بشه اگه خوب چیز نشه. چون من فقط اینو دارم که تماس بگیرم به نظر من چیزی که در مورد فیلم شرایط ممکن مدار در سینما اگر فیلم نام فاجعه بوده میشتر سوید پارسا یکی از عوامل فیلم سرکم استنس بود. من باش نشستم صحبت میکردم، میگفت این که اشتباهات زندگی هنری من بود که تو این فیلم بازی کردم. مرسی.